دوستان عزیزم، امروز میخوایم سفر کنیم به شهر زیبای شمال و یک غذای سنتی این شهر رو با هم تجربه کنیم. بله، این غذا چیزی نیست جز میرزا قاسمی که با هم درست میکنیم و امیدوارم که دوست داشته باشید و این دستور عمل رو اجرا کنید. یک میرزا قاسمی خیلی خوشمزه حتما خواهید داشت. حدود 3 تا بادمجون رو من کبابی کردم روی گاز و اینا رو به امان خدا گذاشتم تا که حسابی دو طرفش کبابی بشه. با آشپزخونه برگشتم و حدود 3 تا 4 گوجه فرنگی رو توی ظرفی خورد کردم، گذاشتم که حسابی اینا پخته شه و آبش کشیده بشه و برگشتم حیات. بعد از 15 دقیقه از شروع تا پایانش طول کشید که این بادمجون ها حسابی کبابی بشه. خب، بادمجون هامون خنک شد، پوستش رو کندم. همینجوری که میبینی بادمجون ها حسابی کبابی شده و بوی دود گرفته. راز اصلی خوشمزه بودن میرزا قاسمی به همین بوی دود بادمجون هستش که اگر بتونید اینا رو روی زغال کبابی کنید که دیگه معرکه میشه. همونجور که ببینید قد نرم شده که میشه اینا رو با چند تا چاقو روش بزنید، حسابی نرم و یک دست میشه. حدود نصف استکان روغن مایه من اضافه کردم، یه دونه پیاز خرد کردم و حدود 7-8 تا حبه سیر که اینا رو با هم مخلوط کردم و سرخ کردم. بادمجونامونم پخت و آبش کشیده شد و من این بادمجونا رو با پیاز داغ و سیر داغ مخلوط کردم. دوستان عزیز، چون که الان بادمجونای این فصل خیلی کم رنگ هست، برای خوش رنگ شدن میرزا قاسمی حتما یه قاشق غذاخوری رب بهش اضافه کنید. بادمجونم که کبابی کردم، همونجور که میبینید حسابی اینا رو با چاقو زدم و ساتوریش کردم و مخلوط این گوجه فرنگی، پیاز داغ و سیر داغ کردم که اینا حتما باید به قدری مخلوط بشه که اون عصاره گوجه فرنگی تو جسم بادمجونا بره. و درش گذاشتم یه ذره، حدود 1/4 اینا مغز پخ شد. دو تا تخمر شکوندم و اینا رو با هم مخلوط کردم همونجوری که میبینید. وقتی که خودشو گرفت، یه حدود 100 گرم کرم ازش اضافه کردم و یه تخم مرغ دیگه بهش اضافه کردم. میتونید تخم مرغ رو همینجوری وسط میرزا قاسمی نگه دارید برای زیباییش، یا میتونید این هم دوباره مخلوط کنید با بقیه موادتون. بله، میرزا قاسمی ما آماده هستش و من اینو با برنج سرو کردم. شما میتونید با نون مصرف کنید و خیلی خوشمزه شده. دوستان، حتما این دستور عمل رو اجرا کنید، خودتون حتما تست میکنید و میبینید که چقدر خوشتم و خوشمزه است. نمک و فلفل هم که به اندازه کافی به موادتون اضافه میکنید، بستگی به خود شما داره. امیدوارم که این ویدیو منو دوست داشته باشید، درست کنید و در کنار خانواده با سلامتی بخورید و لذت ببرید. مرسی که وقت گذاشتید و ویدیو منو نگاه کردید.